مصر به دلیل خاصیت جغرافیایی خاص آن هر سال مقصد میلیون‌ها گردشگری است که به این کشور سفر می‌کنند. صنعت گردشگری در مصر به طور معمول 10% تولید ناخالص داخلی و نیز 12% از جمعیت شاغل این کشور را در بر می‌گیرد. سال 2010 و پیش از وقوع انقلاب مصر با ثبت رکورد حضور بیش از 14.5 میلیون گردشگر سالی بی سابقه برای صنعت گردشگری مصر بود. این رکورد البته درآمدی بیش از 9 میلیارد یورو را نیز برای این کشور به همراه داشت. اما سال 2011 سال سقوط این صنعت برای مصر بود. بر اساس آمار کمتر از 30% از درآمد مصر در این سال از صنعت گردشگری بود و کمتر از 5 میلیون گردشگر نیز به این کشور سفر کردند. مقامات مصر اما امیدوارند سال 2012 سال آغازی دوباره و بازگشت رونق به صنعت گردشگری در این کشور باشد. آنها همچنین امیدوارند که در سال 2020 میزان بازدید کنندگان این کشور تا 30 میلیون نفر افزایش یابد. یکی از ساکنان محلی میگوید اگر میزان گردشگرانی که به مناطق ساحلی مصر سفر میکردند 99% بود، اکنون این میزان به کمتر از 1% رسیده، چرا که کشور در وضعیت اسفباری قرار دارد. پس از انقلاب 25 ژانویه در مصر و قدرت گرفتن گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در این کشور، صنعت گردشگری به دلایلی از جمله نبود امنیت کافی برای گردشگران با افتی شدید مواجه شده است. اما این گردشگر معتقد است که اکنون نگرانی ها نسبت به وضعیت سیاسی مصر کاهش یافته و میتوان آینده خوبی را برای این کشور تصور کرد. اگرچه دولت جدید مصر نسبت به رشد 20% صنعت گردشگری در این کشور تا سال آینده میلادی وعده داده، اما با توجه به عدم بازگشت آرامش به این کشور و تداوم اعتراض‌های داخلی نسبت به دولت، تحقق این وعده چندان آسان به نظر نمی‌رسد. پیش از وقوع انقلاب مصر این منطقه مملو از گردشگران بود. چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم ساحل زیبا اما خالی از گردشگر است. صاحبان این اماکن تفریحی امیدوارند که با توجه به وضعیت سیاسی موجود در این کشور بار دیگر شاهد حضور گردشگران در این سواحل زیبا باشند. سیاسی و امنیه. حمد شیخ ابراهیم، یورو نیوز، السويس.